هرچند تلاش های حکومت افغانستان برای برقراری صلح ادامه دارد، اما طالبان مسلح اعلام کردند که عملیات بهاری آنان زیر نام عمری آغاز شده است. در اعلامیه که از سوی گروه طالبان به نشر رسیده آمده است، عملیات عمری در 3 ماه زمستان طرح ریزی شده و در سراسر افغانستان صورت خواهد گرفت و از هر وسیله ممکن تلاش می شود تا نیروهای خارجی مجبور به ترک افغانستان شوند. یک چیز نو نیست، یک چیز جدید نیست، اما قابل تشویش است. به خاطر از اینکه مردم و اهالی بسیار به تشویش هستند که بعضی آژانس های خارجی گفتن که سال آینده یا سالی که فعلا ما در اون قرار داریم سال خونین خواهد بود، عملات طالبان زیاد خواهد شد، بعضی ولسوالی ها امکان داره بعضی ولایات به دست بیارن. اما نهادهای امنیتی کشور هشدار می دهند نیروهای امنیتی افغان آمادگی کامل را برای دفاع از کشورشان داشته و به هیچ گروه حراس افغان اجازه داده نخواهد شد تا امنیت کشور را برهم بزنند. باور ما ایست که جز یک تلاش میانتهی برای ای که حضور خود اینا بگوین که البته حضور دارن یا هم باعث ای شود تا شکستهای را که در سال گذشته اینا متقبل شدن، تلفات را که اینا دیدن، تلاش دارن با همچه اعلامیه ها یک مقدار جنگ تبلیغاتی و روانی خود پیش ببرن. در جریان باشین که عملیات شفق ما اعلان کردیم. در لابلای عملیات شفق ما عملیات را در ولایت کشور را اندازی میکنم. امروز ما 16 عملیات در 13 ولایت کشور داریم. هر جایی که تهدید باشه، امنیت ضعیف باشه یا راپورای استخباراتی قوی پیش ما موجود باشه، اونجا عملیات پلان میشه. یا عملیات تهاجمی یا تعرضی است و دشمن سرکوب میشه، از بین میرن یا با قانون سپرده میشه. گفتنی است سال گذشته طالبان عملیاتشان را زیر نام عزم با راه اندازی حملات انتحاری، انفجاری و ترورها آغاز کردند که باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد ملکی و نظامی گردید. اما دیده شود که در سال جاری خورشیدی طالبان قادر خواهند شد تا حملاتشان را انجام دهند یا خیر.